ببین ما متاسفانه دروغ شده یه ورزش ملی برای ما، سنتی اصلا برای ما. دروغ مصلحتی هم برای ما درست کردن. وقتی من کودک از کودکی دارم دروغ میشنوم بین پدر مادرها، بین خانواده دارن به همدیگه دروغ میگن، به من قول میدن بعد زیر قولشون میزنن، این خودش یه دروغه. پنهانکاری رو من دارم میبینم، طبیعتا تخم شک و بدبینی برای من کاشته میشه از همون ابتدا. و مسئله دروغ که دیگران دروغگوان، دیگران پنهانکارن. و بعد وقتی از این خانه وارد جامعه میشم، وارد مدرسه و دبستان میشم، دوباره همون مصیبته. وارد جامعه بزرگترم که میشم، میبینم همه دارن به هم دروغ میگن، همه به هم باج میدن، همه دارن سر هم کلا میذارن، دروغ مصلحتی رو هم که درست کردن. و به راحتی مسئله عامی شده. طبیعتا تخم بدبینی در شرق خیلی زیاد میشه. سقراط تو یکی از سفراش در شرق رفته بود و نظرش این بود که مردان شرق اکثرا بدبین هستند و خانم های آنها وسواسی. خب این یه مسئله بزرگیش در شرق. ببین در غرب ما میدونیم که همه قیمت ها فیکسه، مشخصه، چونه ای ما نداریم. ولی وقتی تو ایران و جامعه شرق میریم، تو هر مغازه‌ای که میریم همش داریم فکر میکنیم که چجوری ما چونه بزنیم. بعد فکر میکنیم خیلی زرنگیم، طرف هم فکر میکنه خب خیلی زرنگه، زرنگ تو زرنگ میره، همه داریم سر هم کلا میذاریم. و متاسفانه همه شک داریم که دیگری داره به من دروغ میگه. ما دوباره یه مصیبت انکار داریم. شجاعت نداریم که اگر خطا و اشتباه کردیم بگیم خطا و اشتباه کردیم، منو ببخش. مسئله عذرخواهی، هنر عذرخواهی نداریم، هنر شجاعت اعتراف نداریم، به خاطر اینکه قضاوت میشیم شدیداً، تنبیه و محکوم میشیم و یا طرد ممکنه بشیم. همین دلیل میترسیم اقرار بکنیم و از اقرار کردن فراری هستیم. و این باعث میشه که کدورت ها بیشتر میشه، دروغگویی ها بیشتر میشه، شک و بدبینی بیشتر میشه. سعی کنیم نترسیم. انسان باید خطا کنه، انسان اشتباه میکنه. مسلما همه ما دائما در حال خطا کردن و اشتباه هستیم، ولی بزرگترین کار اعتراف کردن به اون خطا و اشتباهمونه و بعد هم خودمون آرامش پیدا میکنیم و هم دیگه. اگه من بدبین شدم، شک کردم به کسی، بعد هنر گفتمان من بلد باشم، نرم با خشونت و با اتهام حرف بزنم. وقتی من یه دفعه با خشونت بیام بگم کجا رفته بودی، فکر میکنی من نمیدونم، فلان کس رو اینجوری نگاه کردی، خب طبیعتا من میترسم، تو میترسی. وقتی اینجوری بهت هجوم ببرم تو میترسی، و ترس اولین کاری که میکنه گریز یا استقامت و جنگ و گریز میشه. کاری که میکنم اینه که فورا دینا یا انکار میکنم از ترسم، و یا اینکه میزنم زیر گریه، یا اینکه روش های متفاوت از خودم نشون میدم. من باید با آرامش برم بگم من یه همچین شکی رو کردم، دیشب یه همچین کاری رو که کردی من رو ناراحت کردی، من تا صبح نتونستم بخوابم، اشتباه هم کردم که تا صبح نخوابیدم، شب بهتر بود در موردش صحبت میکردیم با هم. وقتی با یه همچین تون صدایی من بیام به تو بگم، خب تو دیگه جبهه نمیخوای بگی، احتیاج نیست جبهه بگیری، مگه اینکه کاری کردی ترسیدی. ولی اگه کاری واقعا نکردی، خب با آرامش جواب میدی، بعد اون با آرامش بیشتر توضیح میده، تو با آرامش بیشتر توضیح میدی و خیال راحت ممکنه شما بخوابید. طرز گفتنش هم مهمه. طرز گفتن بسیار بسیار مهمه.